بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان همیشه همراه شما هم وطنان خوبم در هر جایی که هستین امیدوار هستم که جور و سردمند باشین شما هم وطنان خوب و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین جان سپاس از حضور گرمتان در برنامه روشنا همراه شما هستیم با موضوع رنج و زندگی و امیدوار هستیم که مثل همیشه امروز هم با ما همراه باشیم و همچنان روزگار خوب و خوش برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستم و امیدوار هستم که از همه آفات و بلیات همه شما هموطنان عزیز ما در پناه خداوند محفوظ باشین و همچنین احساس همدردی دارم با همه شما عزیزان هموطنم به خاطر زلزله و حادثه ای که پیش آمد و امیدوار هستم که همه شما عزیزان بیننده در پناه خداوند محفوظ باشین و از همه آفات و بلیات دور باشین و ما را هم در غم خودتان شریک بدانین انشاءالله که از غمها و رنجها دور باشین همراه ما باشین با خواهر خوب خانم حسن زاده در استیدیو که میخوایم صحبت و گفتگو با ایشان آغاز کنیم و تا آخرین لحظات ما را همراهی کنیم سلام خانم حسن زاده و خوش آمدین به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم بندم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو می بینن جور و سهدمند باشن بنده هم تسلیه درز میکنم به کسانی که عزیزان خودشون رو از دست دادن و بس. کسانی که صدمه دیدن در این زمین لرزه انشالله هرچی زودتر آفیت و سلامتی بهشون برگرد الهی آمین بله عزیزان بیننده موضوع رنج و زندگی هست و انشالله که هیچ وقت رنج در زندگی ها نباشه و همیشه در خوشی ها باشه ولی خب حال زندگی هست و زندگی ترکیبی هست از غم ها از رنج ها گرفتاری ها خوشی ها نخوشی ها خوبی ها مهربانی ها پس زندگی ترکیبی از همه چیزها هست و ما نمیتونیم بگوییم که ما نه هیچگاه در غم و رنج نباشیم این رو نمیتونیم بگوییم ما هستیم در کنار خوشی ها غم ها داریم در کنار خوبی ها رنج ها داریم ولی که چه قسم بتانیم با این رنج ها مقابله کنیم و چه قسم بتانیم تحمل کنیم این موضوعی است که با شما عزیزان گفتگو را آغاز کردیم در چندین هفته و امروز هم میخوایم با شما عزیزان در این مورد صحبت و گفتگو کنیم به خصوص شما هموطن عزیزیم که همکنون در سختی ها و مشکلاتی هستی که خب حال پیش می در زندگی خود همین زلزله یک نو رنجی هست که پیش آمده در زندگی و مصیبت و سختی هست و انشالله بتانیم با صحبت های خود ما کمی از رنج زندگی را معنا بتیم و انشالله که با درک صحیح رنج در زندگی بتونیم با او مقابله کنیم خب خانم سن زدم حالا ببینیم مثلا مفهوم رنج علاز روانشناسی هم میشه قابل بحث باشه و علاز فلسفی هم میشه قابل بحث باشه حالا ما بیایم علاز علمی و روانشناسی اگر بیایم بحث کنیم خب درک رنج به چه صورت میتونه باشه علاز علمی و روانشناسی بله موضوع برنامه همونطور که شما بیان کردین رنج در زندگی هست این رو ما در جلسات دقیقه تعریف کردیم گفتیم در هر زندگی رنج وجود داره فلسفه از رو گفتیم انواع و عواملی که باعث میشه که رنج در زندگی انسان ایجاد بشه و حتی دیدگاه دین در مورد رنجی که انسان داره مورد بررسی قرار دادیم ولی همونطور که شما بیان کردیم و سوالی هم که پرسیدین مربوط به این مبحث است بله. که معنابخشی رنج در زندگی ام. ما زندگی های ما رنج داره درستان. و چه کار کنیم که از لحاظ روانی و از لحاظ علمی چیز پیشنهاداتی به انسان میشه ام. که زندگی های ما کمتر احساس کنیم رنج دلستان. رو و ای ای یا ای که بتونه مقابله کنیم مقابله کنیم و تحمل این رنج برای ما آسانتر باشه نکته اصلی است که ما انشاءالله در این برنامه صحبت خواین کرد اما اینکه از لحاظ روانشناسی و علمی بهم. یک نکته ای که مطرح کردن این است که انسان باید افکار خود خور احساسات خود رو در درجه اول در کنترل خود قرار بده بهم. یعنی ذهن خود خور جوری آ... باعث میشه در کاهش رنج اثر داره جوری آماده کنه که منتظر باشه این تو همیشه ذهنش نباشه من همش در خوشی ها باشم اگه اگر رنجی آمد من از رنج فرار کنم دردی در سراغ ما آمد من اون درد رو دیگه قابل تحمل برای بقید. من نیست این به این صورت باشه واقعا تحمل ای مصیبت و رنج برای از اصلا غیر ممکن ممکن نگه نمیشه بقید. همش در پی ای است که من چطور اینها رو از خود دور کنم اول مورد این است که افکار و احساسات خود رو به سمتی ببره بله. که پذیرش داشته باشه که ام. رنج در زندگی هست همونطور درست. که ما قبلا بیان کردیم در هر زندگی به هر شکلی بگیم بله. وجود داره این هر نقطه از دنیا باشیم به یک شکلی ایم. رنج داریم مست... رنج داریم سختی داریم بله. و این رو نمیتونیم از زندگی خود ما به طور کلی حذف کنیم درست. ولی ممکن است بعضی موارد یک کارهای رو انسان انجام بده عواملی باشه که اونها رو تا تحت مقدار تحت کنترل بگیره درست. ولی حذف کردن از زندگی غیر ممکن است دقیقاً ما یک ضرب مسئله داریم خانم حسن زاده عزیزان بیننده هم حتما شنیدن که میگن نابر در رنج گنج میسر نمی شود خب حالا گنجی که ما میگیم صرف به این معنا نیست که جنبه مادی از اون ما بیایم بررسی کنیم درست خانم اصلا یعنی فقط وقتی میگیم رنج گنج خاله خب گنج فقط این نیست که آدم مثلا برای کار کنه تلاش کنه که بتونه به یک پول چیز برسم حالا گنج که ما میگیم میتونه بسیار چیزا باشه میتونه ام ای باشه که انسان بگه که خب من رنج میکشم رنجای سختی و زندگی رو تحمل میکنم تا که بتانم از تجربیات او استفاده کنم خیلی خودش جا... میشه یک گنج مثال به جای گفتن همین گنج هدف زندگی هست بلد. معنای زندگی هست درستان. در یک کلمه که من به زندگی خودم ارزش قائل باشم یعنی عر... من که با اینقدر مشکلات دارم ممکنه فردی مریض بشه میگه هرچی چی مریضی هست شامل حال من میشه و این افکار رو داشته باشه و ذهنیت رو داشته باشه که شامل ما حال من میشه و ممکن است دیگه هیچ کسی دچار همچین مریضی نشه این تهم رنج رو درد رو برای ازی می‌کنه باعث میشه حتی آسیب ببینه زندگیش پس همین چیزی که ارزش زیستن برای انسان داره که ناامید نشه در پی هدف بره بله. همین نقطه گنجی که گنجز. شما مطرح بله. کردید بله پس تو نقطه... دقیق دقیقاً اگه انسان بخواد که رنج بکشه که بتونه تجربیات تو استفاده کنه رنج بکشه که بتونه قدر خوشی ها رو بدانم رنج بکشه که بتونه ساخته شوه یعنی که مثل همون آهن گداخته ای که همیشه مثال میزنیم یعنی میبینیم مثل پختگی برسه یعنی همه اینا همون گنج است که یک انسان توسط رجمتان رو به دست بیاره بله. بله یه موتوکته دیگه که میتونیم در زیل اشاره کنیم این است ما زندگی که میکنیم بیشتر افرادی که با اسمش درک درستی از صحیح از رنج نداشته باشن همین زندگی روزمره رو میبینن میگم من صبح از خواب بیدار میشم یک سری کارهای رو انجام میدم و همه ای کارها باید باب میل ما باشه بله خب بله. این باعث میشه ذهنیتی که اینها دارن افکاری دارن به این سمت اونا رو سوق میده که به همین سمت حرکت کنن وقتی چیزی مناسب از اون نبود حرفی مناسب حال از اونا نبود یا اتفاقی افتاد که مناسب و ناخوشایند دل از اینا نبود باعث میشه که ناراحت بشن و احساس درد و رنج کنن و حتی باعث میشه مشکلاتی بله. رو برای خودشان ایجاد کنن پس, پس, پس... ما بتونیم بگیم مثلا که رنج یک واقعیت غی... قابل انکار هست چه بخوایم چه نخواییم ولی اگر بپذیرم او را سختی ها برای ما کمتر میشه رنج ها برای ما کمتر و آسانتر میشه نکته اول همون پذیرش در که رنج رو در ذهن ما آمادگی داشته باشیم ام. بپذیریم دیگه موردی که مد نظر هست انسان در مورد کارهای روزمره خودش اینها آگاهی داشته باشه درست. هر اتفاقی برای انسان پیش میاد هرچی آگاهی انسان بالاتر باشه در سرت بالاتری قرار بگیره با اسمشه که ای مثلا قماندو کمتر سراغ از بیا من رو با یک مثال بیان میکنم ام. مثلا که یک دختر جوان ازدواج کرده و اولاد دار شده وقتی که اولاد دار شده در روزهای اول از اول داره اولاد اگه مریضی ببینه سری ورخطا میشه اصلا حتی ممکن است که من نتانم ای چیچون مریضی از این بچه برطرف کنم اینا باعث میشه که نگران بشه و این خود از این نه تنها میتونه این طفل ای خوب بشه بلکه باعث میشه به ای برسه به خود صدمه بزنه نه باعث بشه صدمات بیشتری به طفل خودش اصلا دیگه. بزنه آه. در اگه همین واقعیت رو با مثلا کلانتری مثلا مادر خود یا مثلا کسی بزرگتری که تجربه, تجربه, دارن. تجربه, دارن. در میان بگذارن میگن این چیزی نیست اگه تبی کرده ای دارو رو بلی. بهش بده خوب میشه م. یا مثلا مثلا از این دارو یا مثلا باش گرمگیری کن یه کارهایی به ت... بیان میکنه خب باعث میشه که این خ... فرد احساس آرامش پیدا کنه پس خیلی وقتا نشه استراب استرس داشته باشه که با... نفهمه چه کار کنه اولین کاری که انسان انجام میده اینه که او تجربه فرد باعث شده که این فرد احساس آرامش بده بله. و فرد دیگه هم بده ام. یا احساس خاطر جمعی بده میگه مثلا بعض وقتا اتفاقی میفته حادثه رخ میفته میگن در درجه اول فرد ورخطا نشه و خود آرامش خودش رو حفظ کنه همون خونسردی خود خور بله. حفظ, حفظ کنه این باعث میشه که انسان بتانه تصمیم درستی بگیره دقیقا. اگه نه باعث بشه در تشویش باشه و در استراب باشه نه تنها نمیتونه کاری انجام بده بلکه کارهای دیگر هم ممکنه خراب کنه درست. پس بعد از پذیرش خود رنج در این است که آگاهی داشته باشه فهمت. نسبت به رنج های خود ما آگاهی, آگاهی داشته, 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 باشیم بتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم تا اینکه خود ما هم برای ما تجربه بشه و همراه ما باشین بعد از یک وقفه با برنامه روشنا با موزی رنج و زندگی oh تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده شما خانواده های محترم و بیننده های همیشگی شما پدرها و مادرهای عزیزی که بسیار علاقه من هستن با موضوعات برنامه روشنا چرا که میخواییم یک زندگی داشته باشین که پر از آگاهی باشه و زندگیتان سرشار از موفقیت ها باشه برنامه روشنا هم برای یکی یک که شما عزیزان موفقیت خوشبختی آرزو میکنه و امیدوار هستیم که در کنار جمع خانواده خودتان خانواده پر از صفا و صمیمیت داشته باشین خب همراه با خانم حسنزاده هستیم در استودیو و در رابطه با موضوع رنج و زندگی و که رنج چگونه به زندگی ما معنا میبخشه و رسیدیم به یک موضوعی که تحمل درد چه قسم میتونه معنا بته بر ما و زندگی ما رو چه قسم میتونه معنا ببخشه بخیم نسبت به این موضوع هم صحبت کنیم خب خانم حسن زاده پس ما رنج گفتیم که یک واقعیت هست در زندگی و نمیتونیم از او بگذریم و میتونیم او رو انکار کنیم و باید بپذیریم بله پذیرش او خودش یک راه هست برای که برای ما درد کمتر کنه حالا خب مثال ما همین مثال عینی روز بتانیم اگر بگویم همین زلزله که ایجاد شده خب حالا عزیزان ما وقتی که در او صدمات هستند و آسیب هایی که دیدن در رنج هستن خب شاید بگویند که ما چرا مثلا چرا ما تو شدیم چرا ما زیرا چرا تو در رنج و سختی هستن؟ ولی خب وقتی که بفهمن و متوجه از این باشن که رنج یک واقعیت زندگی ما هست و ما باید بپذیریم خب درد رنجشان کمتر میشه و ای حالا شما میخوایم نسبت به این موضوع صحبت کنیم بگیم که درک رنج میتونه به زندگی معنا ببخشه خب شاید با صحبت این موضوع ما عزیزان بیننده رنجشان کمتر شود که در رنج سختیست سختیستن هم یاله بسیاری از عزیزان ما زیر آوار هستند بسیاری از عزیزان ما عزیزان خودشان را از دست دادن حالا چه در زده یا جر بسیاری از اتفاقها و مسائل دیگه ای که در کشور ما رخ دادم خب پس حالا بیایم بگوییم که درک رنج چه قسم میتونه به زندگی ما معنا ببخشه بله نکته خوب اشاره کردیم با مثالی که بیان کردیم اول اینکه واقعیتی هست که اتفاق افتاده انسان در ذهنش باید این رو داشته باشه و میتونه به حتی همه چون اولین چیز انسان فقر رو درد و مصیبت رو در درجه دوم احساس میکنه در درجه اول او ذهن از او هست که به او فرمان میده اگه او آرامش ذهنی رو داشته باشه و خود ذهنی رو داشته باشه خیلی بهتر میتونه به او کمک کنه حالا درستان. اینا به چه صورت در انسان به وجود میاد یک نکته ای است که میتونه به انسان کمک کنه که با وجود درد ها و مصیبت ها با غم هایی که برای انسان به وجود داده آه. ولی زندگی برای از او ارزش زیستن رو داشته, داشته باشه باشنم. یا هدف رو انسان دنبال کنه اولی درک حاکمیت مطلق خداونده این قدرت در دست خداونده اگه امکان و این رو باید انسان درک کنه که ما انسان ها همه به ازن خدا هست که زندگی میکنیم و در تکاپو هستیم اگه خداوند لحظه ازن نده انسان نمیتونه زندگی کنه بله. اگه اتفاق مثلا به وجود میاد مثلا بعض وقتا اتفاق بعد رو ما شر مینامیم ولی من نمیتونم بگم این شر است با توجه به نکاتی که میخوام بیان کنم این است که این شر وجود داره واقعیت هست ولی خیر های از او بیشتر هست انسان درست. باید در پی او خ... به او خ... خیرها باشه چون زمانی به او خیرها انسان فکر میکنه میتونه به زندگی خود خو معنا بده من این رو در هم ابتدا با یک مثالی مثال بیان کنم مم. این است که می شما فرض کنید مادری مریض هست ببخشید کودکی مریض است و این که مریض است مادر از او هم نگرانی داره بله، تشویش داره بله. و خب حتی بعض وقتا این مادر گریان هست بله. ولی کودک ای رو نمی بینه تنها چیزی که می بینه این است که درد خودش رو می بینه خب ای رو می پیش داکتر، دکتر دکتر برای از او حتی عملیات مثلا می میکنه یا مثلا آنپور زدن داروی بله. تلخی به هر سبکی باشه و این کودک از خوردن او خودداری میکنه و حتی وقتی مثلا به اون آمپور میزنن اینا باعث میشه داد و فریاد بزنه گریه کنه خب چون کودک درد خود خور میبینه به اون مادر هیچ توجهی نداره به همون قد که کودک درد داره مادر چند برابر از زور درد داره من یه نکته رو میخوام از این به بیان نتیجه بگیرم این است که ما فکر نکنیم که وقتی ما دردی داریم خداوند به ما اصلا نگاهی نداره مم. نه اینجا نگاه های خداوند به انسان بیش از او چیزی است که ما فکر کنیم درست. چون خداوند ارحم و راهمین هست بله نگاه خدا که همیشه همراه با بنده همراه هستان هستان هست. ولی بله که چگونه بتانیم به رنج های خود معنا ببخشیم درست؟ بله این سال اینجا خیلی اهمیت داره خانم مثلا داده. این مثلا همین... ای مقدمه ای درست درست بفرمایید نه بگی شما حالا شما گفتین مقدمه من این رو مقدمه ای رو ذکر کردم این رو بدم که اول انسان وقتی که قدرت خداوند و مج... اراده خداوند رو در نظر بگیره یک لح... اولین در درجه اول ام. آرام میشه که خدا همراه ما است بله. که ما این رو در بیشتر از ما الان شد در بحث‌های آینده این رو مطرح کنیم در دو رنج هایی که به اولیای خدا پیامبران الهی ام. تنها چیزی که باعث بشود به اینها آرامش بده همراهی کردن خداوند با اینها بود درستان. پس در درجه اول همون همراهی بودن بله. خداوند و اینکه خداوند میبینه ناظر و دقیقا. حضور داره نسبت به اون مثالی که گفته خانم اصلا داره مثلا یک طفل مریضی هست و یک مادری هست خب او طفل مریض برای مادر میتونه مثلا یک رنج باشه که نگرانی دارن درست؟ بله. چه قصه مورا معنا ببخشه والدین مثلا همون رنجی که نسبت به مریضی طفل میکشه ما میگیم که بیاین معنا ببخشن درست که رنج خود کمتر احساس کنن میتونن به این گونه معنا ببخشن مثلا بگویند که خب ما احساس میکنیم که یعنی با خود ما اتو فکر میکنیم والدین تو فکر کنن که ما به خاطر نجات یک انسان در این دنیا و در این جامعه داریم تلاش میکنیم درست؟ اصلا. به این قسم میتونن معنا ببخشن حتی به اینکه که موقتی بودن از مادر ما در باید باید دیگه بیان میکنه این در دورنش موقتیه و من مثلا به عنوان مادر از این تلاش مبایز بکنم تا این سالم بشه این طور میتونه همی امید هدف که انسان در پی از او هست باعث میشه که به زندگی هم خود مادر هم به زندگی او بچه یک زندگی به عنوان که یک انسانی رو داره دوباره آه. نجات میدی بلد، همون نکته که شما بیان کرده میتونیم بیان کنیم برای خیلی چیزای خب. دیگر هم میتونه به همین طریق معنا ببخشیم بحث. بله مم. ما نکاتی رو باز انشالله بیان میکنیم در یا مثلا وقت ای یک مطلب دیگه هم که در پیازی هست که خداوند میخواد نزدیکی خودش رو با یک بنده خودش رو بیان کنه به او درد و رنج میده مم. ما داریم در روایات وقتی مخ... مطالعه میکردم این نکته خیلی برای مجالب بود ای که وقتی کسی مریض میشه بله. این نزدیکی و ارتباط از او با خدا حالا مریضی تنها نیست ممکنه مصیبتی به او برسه نزدیکی از او با خدا بیش از بقیه هست ما حتی داریم روایتی که امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی برای خدا به عیادت بیماری برود آنچه بیمار در حق او دعا میکند خداوند او رو مستجاب میکنه پس مورد بعدی این است که سبب نزدیکی فرد با خداوند, خداوند می شود ام. و حتی بعد و حضور و مراقبت خداوند را هم که ما این رو بیان کردیم ام. که در زندگی وجود داره که خداوند در همه حال مراقب ما هست ام. و این خودش برای انسان آرامش بخش است و میتونه از این انسان به خودش دلداری بده اون نکته ای که اول در بحث روانشناسی مطرح شد رو ذهنیت انسان باعث بشه که مثبت بشه و به این شکل آرام بگیره این نکته بعدی که میتونه انسان زندگی خودش معنا بده و رنج رو آسان کنه رنج عاملی هست که انسان به یاد خدا بیفته و توسل به او بکنه معمولا افراد در وقتی که گرفتاری داره انسان این رو بین خود، مثلا بین خودمان اطرافیان ما متوجه میشین و او گرفتاری ناامید میشه از اسباب مادی فقط توجه از او به سوی خداوند میره ام. یعنی فقط تنها خدا است که به من کمک کنه و توسلاتی به خداوند انجام میده این سبب نزدیکی از او و یه چیزی هم نیست که بگیم در ممکن است در بعضی افراد باشه در بعضی نه موئف به صورت فطری خداوند در همه افراد نهاده است که وقتی مشکلی مصیبتی که از همه اسباب مادی انسان دل میکنه به اون نقطه اتصال خداوند توجه کنه و این باعث میشه که اه 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 انسان این توجه رو که او گرفتاری کم کم دور بشه امه. و حتی خداوند میفرماید به پیامبر خب وقتی که صدختی از تو دور شد امه. و فارغ شدی از او باز هم یاد و مناجات خدا رو از یاد نبر پس این خودش میتونه معنا ببخشه به این طریق برای ما یعنی که ما میتونیم بسیاری از سختی های زندگی خود ما را مشکلات زندگی خود ما را به این گونه معنا ببخشیم که بگوییم که این آزمایش است از طرف خداوند و خداوند ما را در مرحله آزمایش قرار داده یا ای که بگوییم که خداوند این حکمت خداوند هست و ما باید در مقابل این سختی ها مقاومت کنیم تا که صبر و تحمل خود ما را نشان بتیم و ای که بگیم که ما بنده هستیم که تسلیم هستیم در مقابل اطاعت از خداوند حتی در مقابل بله سختی ها و رنج های زندگی حالا باز هم در رابطه با معنا بخشیدن صحبت هایی داریم درست هستم پس عزیزان آماده پخش است میان برنامه تقدیم شما بعد از او همچنان با ما باشیم تشکر از اینکه همراه ما هستن و برنامه روشنا را انتخاب کردن زنده باشین جان سپاس انشالله که در دیگر روزها هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین و اگر هم در ارتباط باشین با ما که بسیار زیاد خوش میشیم با ما در ارتباط باشین سوال پیشنهاد انتقاد صحبت و هر گفتگویی که دارین ما پذیرای صحبت شما عزیزان هستیم پس میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که درک رنج میتونه به زندگی ما معنا ببخشه یا اینکه که اگر بیایم به رنجهای خود ما معنا ببخشیم میتونیم راحت تر رنج را بپذیریم اگر یک را ما احساس کنیم در یک کفه ترازو اگر بیایم تمام رنجهای خود ما را بانیم و در یک کفه ترازوی دیگه به رنجهای خود ما معنا بتیم خب که چه قسم معنا به ما صحبت میکنیم براتان خب ببینید کدام یک از اینها کفه ترازو پایان ته. اگر ما معنا به به رنجهای خود ما کفه ترازو پایین میاید و ما میتونیم اون رنج ها را بیاریم، نادیده بگیریم یا ای که بتونیم تحمل کنیم ولی اگر معنا نتیم و رنج های ما سنگینتر باشه دیگه سخت های سختی های زندگی ما زیادتر میشه و رنج ها را ما کمتر میتونیم تحمل کنیم پس بیایم به رنج های خود ما معنا ببخشیم معنی بتیم معنا ببخشیم بهشان چه قسم ببینیم خانم اصلا چی میگن در ما بله این که درک کنیم رنجمون رو و معنا ببخشیم این نیست که هدفی را هم دنبال کنیم ما اینو در پی مباحثی که مطرح کردیم اینست که اولی که هر رنجی که در زندگی هست او رو از ناحیه خداوند ببینیم این یاد خدا باعث میشه که انسان حتی به خدا نزدیک تر بشه مهرم، رحمانیت خدا رو درک کنه و حتی یاد خدا باعث میشه توسلاتی که میکنه خود فرد آرام بگیره ممکن است او در او درده باقی باشه او غمه باقی باشه ولی اینکه انسان رو سبک میکنه میتونه همه انسان رو همراه خودش کنه و صبر رو برای از او آسان میکنه وقتی که به انسان صبر کنه در بسیاری از مشکلات ای باعث میشه که بیشتر جاها به موفقیت برسه ولی نه فقط او رو برای خودش کلان کنه مشکل رو در ذهن خودش بپروانه من مشکل دارم من بیماری دارم من فلان غمی دارم مصیبتی دارم همش اینها رو برای خودش کلان جلوه بده نه تنها کاری نمیتونه بکنه صبری نمیتونه در مقابل از اونها بکنه بلکه روی خودش هم باعث میشه از بین ببره دوچار استراب حتی به درجه های افسردگی و خودکشی ما چنین افرادی دیدیم برسم ولی اگه نه همی برعکس پیش بره زندگی از او هدفمند میشه ام. و باعث میشه که یک ای رو به راحتی مثل فکر کنی یک پلی از این رنج سریع رد بشه درست. و این رو از این گز... ای یک گذرگاه میتانه ام. ببینه بعدش مورد بعدی که ما بیان میکنیم رنج عامل تسلیم و وابستگی به خداوند هست وقتی که رنج انسان میبینه مشکلاتی که در زندگی خود و دیگران انسان همش نباید مشکلات خود رو ببینه ب... ما این نکته رو در بحث اجتماع هم میخوایم باید. بیان کنیم ام. مشکلات بقیه رو انسان باید ببینیم من الان مشکلی دارم این خودش هم باعث میشه به زندگی معنا بده و رنج رو برای از او آسان تر کنه اینکه که من الان در زندگی قمی دارم این قم برای افراد دیگه هم وجود داشته با. حتی به اون شکلی که من داشتم هم ممکنه نبوده کلانتر از او وجود داشته پس این باعث میشه یک رضایتی برای زندگی از او ایجاد بشه درسته. و خ... ای که خودش تنها نیست بلکه دیگران هم این مشکل رو بله. داشتن ما در حدیثی داریم از امام علی علیه السلام که میفرمایند تفاهم و همدردی با دیگران و صحبت کردن با مشکلات برای دیگران یک فردی آمد پیشش از پیش امام علی علیه السلام اومدن و گفتن که فلان مصیبت کلام بر من اتفاق افتاده حضرت برای تسلیت دل از او و آرام گرفتن از او خیلی جمله زیبایی بله. فرمودن گفتن مردن از شما آغاز نشده که به شما هم پایان نخواهد یافت بله. یعنی این روال طبیعت این زندگی دنیا هست مم. کسی نیومده که در او بمانه پس اگه مصیبتی وقتی به انسان بی اتفاق بیفته بله. اگه به بی ایدی برای انسان همه بوده. ای ای دید انسان ببینه که نه برای بقیه هم اتفاق میفته مم. ما حتی در بحث های بیماری های داریم مثلا بیماری های سرطانی اینها میگم از لحاظ روانشناسی میگن اتاق هم فکری تشکیل بدید مم. یعنی یک گروهی تشکیل بدید که یه افراد با هم باشد یا کسانی که مشکلات دیگه ای دارن که مشکلات و بیماری های دیگه دارن اینها با هم باشد یعنی روزهای در هفته اینا در کنار هم باشن و ببینن که فلانی هم این مشکل رو داشت و حتی مشکلات دیگه هم در پی برای از او هست پس این باعث میشه مشکل خود رو آسان ببینه امه. و از زند... اه... که مثلا برای مثلا اون بیماری خودش تلاش کنه و اون مشکل رو برطرف کنه ولی اگه ندهیه گوشه بمانه اون رو بگیم نه فقط هیچ کس از اقوام خیشان دوستان آشنایان چنین مشکل ندارن فقط این برای از روی روحی ضعیف میشه ممکن هست که نتانه همون دوره درمان خودش رو در بگیره بله. پس این رو ما باید توجه داشته باشیم مم. که مشکلات رو بقیه وقتی در نظر بگیریم باعث میشه که زندگی برای ما منادار بشه و این تحمل درد و رنج هم برای ما آسان تر باشه خالا و از میگیم زندگی معنا پیدا میکنه یا رنج ها را ما معنا بهش بتیم چون مثلا ما گفتم که بیایم به رنج های خود ما معنا بتیم آیا این درسته یا غلطه چون ببین مثلا همون مثالی که شما زدین یک نفر دوچار یک سختی و مشکل است رنج داره میکشه خب بیاد به رنج, خودش را برای خودش توصیف کنه برای خودش معنا ببخشه یعنی چی؟ یعنی بگویه که خب من این رنج که دارم شاید آزمایش الهی باشه شاید حکمت خداوند باشه شاید به نفع باشه که من بتونم از تجربیاتی استفاده کنم مثلا اولادش مریض است خب میگه که من میخوایم که به او رسیدگی میکنم میگه که من حالا به خاطر از اینکه رنج او کمتر شده میگه که من خوشحال هستم که میتونم یک فردی از اعضای جامعه را نجات بدم. خب این به این معنا بخشیدن به رنج است یا معنا بخشیدن بخشید. به زندگی است. به نظر من مر... که در که مثلا بحث های مختلف بیان کردن معنا بخشیدن به زندگی هست آه. چون ما میخوایم ادامه بدیم زندگی رو در زندگی ما هدف باشه او رنج و درد هست اگه رو دقت کنیم بعضی از رنج و درد ها رو ما لحاظ ذهنی میتونیم کاهش بدیم ولی از لحاظ خود واقعیت از اون نمیتونیم بکاییم مم. مثلا وقتی مصیبتی ایجاد شده ای... خب این واقعیت است که فردی رو از ما گرفتن خب ولی از لحاظ ذهنی ما میتونیم هدف ما برای زندگی مثلا ایجاد میشه میتونیم ای تحمل کنیم دوست. و از لحاظ روحی باعث بشه صدمه کمتری ببینی بلکه زندگی ما معنا ببخشه این جمله صحیح تری به نظر من چون واقعا وقتی که انسان معنا به تعالی زندگی خودش مثلا من میگفتم به رنج معنا بتیم شاید مفهوم و هدف هم همون باشه که به زندگی مثلا بله شما الهاز کلمات با هم ج... واقعا ده. رنج انسان خیلی کمتر میشه وقتی که آدم مثلا به بسنجه مثلا مریض هست بگویه که خب من مریض هستم ولی خب در قبال او در قبال مریضی من بسیاری از گناهان من مثلا کفاره گناهان من میشه پاک میشم مثلا یک بود معنوی است درست حالا اگر بیایم این معنا بخشیدن به زندگی را علاز علمی بگویم چه قسم تعریف میشه؟ بله معنا بخشیدن به زندگی از لحاظ علمی میتونیم بگیم باعث میشه که فرد موقعیت های رو موقعیت هایی که آه. هستن و باعث ناراحتی از اون میشن و باعث درد و غم از اون میشن به اونها توجه مثبت داشته باشه در یک کلام میتونه ای رو بگیم مثبت اندیشی, مصبت اندیشی نسبت به اونا داشته باشه مثلا انسان این مثبت اندیشی خیلی میتونه ما در بحث روانی و روان شناخته خیلی بحث های زیادی داریم ده. که به درد های انسان باله. کمک میکنه گونه ها رو انسان حتی حس نکنه بعض وقتا افراد چنان ذهن خودش رو آماده میکنه افکار و احساسات خودش رو عادت میده که واقعا این مباعث از راحت میتونه از کنارش بگذره چون انسان اراده و اختیار داره, داره. از لحاظ اراده و اختیار میتونه تغییرات رو به راحتی در خود و زندگی خود ایجاد کنه بعدی که میتونه به زندگی انسان معنا بده رنج و شر هیچ وقت انسان یک کلم همون مصب... ما در پی مثبت داریم صحبت میکنیم هیچ وقت رنج رو شر ندانیم حتی باعث شده اتفاقی برای ما بیفته عزیزانی از دست بده یا بیماری ایجاد بشه این رو شر ندانیم از ای دید انسان بدینه ای خودش یک هدف بزرگی است که میتونه دید انسان رو عوض کنه و ذهن انسان رو از رنج کاهش بده ای که ما این اتفاق افتاد خیر کلانتاری پشت سر از او بود ده. من ای رو با یک مثال روزمره بیان کنم این است که مادری که طفل خود رو به دو سالگی رسیده از شیر میگیره خب برای او کودک خیلی سخته ده. ولی مادر چون اطلاعاتی که داره از این به بعد به شیر بده باعث میشه که ام. آگاهی که مادر داره باعث میشه که به این به زرر بزنه دلست. با وجودی که او گریه میکنه آه. با وجودی که او شر دانه ام. ولی مادر این رو از شیر میگیره ام. خب این باعث میشه که ما هم همینجوری بعض وقتا انسان نادلانه فکر میکنه دلست. میگه اگه اتفاق افتاد برای من خدا هیچ توجهی م... نوزو بله به من نداره بره. نه خداوند علم از او گسترده تره همونطور که خود خود خداوند میفرماین ما به چیزی آگاهی داریم که شما اصلا به او آگاهی نداری یعنی اسرار خداوند میدانه که او شر... که از دید ما هست یا او بلا و مصیبت ممکنه فوایدی بسیاری بره. داشته باشه که خداوند در سوره اسرا هست که میفرماید از دانش جز اندکی به شما داده نشد مم. یعنی فکر نکنی همه دانش ها رو داری مم. حتی چیزهایی که به نفع خودتان هست ده. پس ما دانش ما بیشتر هست مم. اگر از مثلا دانش ما فکر میکنه دانش نسبت به طبیعت نسبت به خودمان نسبت به اولاد ما هست همه بیشتر است در صورتی که به شک نیست بلکه دانش خداوند بالاترین دانشه پس این رو انسان خوب بلا و مصیبت همه چیزهایی که در زندگی از اتفاق مم. میفته این رو در نظر بگیره که همه از جان به خداوند است و خداوند با علم آگاهی بی پایان خودش باعث شده این مشکلاتی که از دید ما مشکل هست بله. در زندگی ما ایجاد و سبب تقرب به خود خداوند خدا هم هست شوان. تشکر میکنیم خانم از ان انشالله که بتانیم با رنج های زندگی خود ما مقابله کنیم و معنا بتیم به زندگی خود ما تا ای که رنج های خود ما را کمتر احساس کنیم و یا که بتونیم به خوبی مقابله کنیم با او تحمل کنیم و انشالله که شاید خوبی ها و خوشی ها هم باشیم در زندگی انشان. از شما هم سپاسگزار هستیم انشالله که بیننده برنامه بوده باشین و بتونیم اینها را در زندگی خود ما عمل کنیم تا اینکه بتونیم با سختی ها و مشکلات روزمره زندگی خود ما مقابله داشته باشیم و اونها را هم به خوبی تحمل کنیم سپاسگزار هستیم همیشه موفق و پیروز باشیم خدا نگهدار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم